یک نوع شیرینی هستش به اسم پاپاتیا. در اصل این شیرینی ترکی هستش، معنیش به معنی گل بابونه خودمونه، ولی سال هاست که جز شیرینی سنتی شب عید ما هست و یک شیرینی فانتزی محسوب میشه. البته برای تهیه این شیرینی از رنگ های مختلفی میتونیم استفاده بکنیم. خیلی از رنگ های مجاز خوراکی که از گل های رنگارنگ درست شده، ولی من اینجا فقط از رنگ زعفرون و پودر کاکائو استفاده میکنم. مواد مورد نیاز: آرد قنادی 2 لیوان. منظور از لیوان همون لیوان های دستدار فرانسوی هستش. حالا اگه شما خواستین از لیوان های دیگه هم استفاده بکنید، همون لیوانی که برای پیمانه آرد استفاده میکنید همون رو هم برای پودر قند استفاده بکنید. پودر قند نصف لیوان، کره 100 گرم، تخم مرغ 1 عدد، وانیل 1/4 قاشق چای خوری، پودر کاکائو و زعفران دم کرده و یا رنگ های خوراکی به میزان لازم. کره را که به دمای محیط رسیده با پودر قند مخلوط میکنیم. کره با پودر قند رو 3 دقیقه با هم زم میزنیم تا کمی سبک بشه. 3-4 دقیقه کره و پودر قند رو که زدیم، یه تخم مرغی که داشتیم اضافه میکنیم همراه با وانیل. دوباره 1 دقیقه با هم زم میزنیم تا اینا کامل با هم دیگه. 2 لیوان آردی رو که داشتیم علک میکنیم. 1 بار علک کنیم کافیه. آرد علک شده رو به تدریج اضافه مخلوط میکنیم. و بعد با نوک انگشت جمعش میکنیم. ورز نمیدیم که به روغن بیفته. بعد از اینکه خمیر رو جمع کردیم به 2 قسمت تقسیم میکنیم. البته بستگی به تعداد رنگاتون داره. اگه 3 رنگ دارین 3 قسمت، 4 رنگ دارین 4 قسمت، بستگی به سلیقه خودتون داره. من اینجا 1 قسمت رو پودر کاکائو میریزم، 1 قسمت هم زعفرون دم کرده. خوب اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنم. فر رو از قبل داغ میکنیم. سینی فر رو که میخوایم داخل شیرینی رو آماده بکنیم یا چرب میکنیم یا اینکه کاغذ روغنی میندازیم. بعد میایم از موادی رو که آماده کردیم، رنگ کاکائو و زعفرونی، به اندازه هر چقدر کوچیکتر باشه قشنگتره، به اندازه 1 فندق بر میداریم، گردش میکنیم و با فاصله میچینیم. بعد از اینکه آماده شد، داخل فری که دمای 170 درجه سانتیگراد هستش 12 تا 15 دقیقه قرار میدیم. بعد از اینکه شیرینی رو از فر آوردیم بیرون،
دست نمیزنیم تا کامل شیرنی ها خنک بشن. امیدوارم شما هم این شیرنی خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بزنید. ممنون.